وقت شما بخیر، به این پس از خبر خوش آمدید. 9 روز دیگر تا لوی جرگه مشورتی سال، نشستی که در اون بیش از 2500 تن اشتراک خواهند داشت، اما تا کنون از سوی 3 تیم انتخاباتی تحریم شده است. رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی حنیف اتمر و آقای نبیل این نشست را تحریم کردند. برای شماری همین جرگه فقط چهره کارزار انتخاباتی رئیس جمهور غنی را دارد، بیش از او چیزی نی. اما اگر این نشست برگزار شود، سوداوریش چه خواهد بود؟ واقعا حکومت افغانستان و طرف طالبان نتیجه این نشست را خواهند پذیرفت یا خیر؟ تا دقایق دیگر برمیگردیم. 9 روز دیگر تا لوی جرگه مشورتی سال، آمادگی ها برای برگزاری جرگه رو به نهایی شدن است. اما آیا خواسته های گروه طالبان در این نشست بر رای زنی گرفته خواهد شد؟ کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی سال انتظار دارد که خواسته های طالبان نیز در لوی جرگه انعکاس یابد. اما پیش از آن این کمیسیون از حکومت و طالبان می‌خواهد که راهکار تعریف شده برای سال بریزند. ما نیاز به یک راهکار تعریف شده را داریم که انتظار هم از حکومت میره و هم از تحریک طالبان میره که به این راهکار ما قدم های مؤثر خود برداریم. امیدوار هستیم که تا برگزاری جرگه مشورتی صلح ما به نتایج مطلوب برسیم که برای آینده جرگه یک اقدام نیک و مثبت بوده باشه. برخی نامزدان ریاست جمهوری به شمول رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی لوی جرگه مشورتی صلح را تحریم کردند و برای شماری هم این جرگه فقط چهره کارزار انتخاباتی رئیس جمهور غنی را دارد. اما اتحادیه اروپا از سیاستگران افغانستان می‌خواهد که از این جرگه به عنوان یک فرصت تاریخی برای همگرایی و ابزار برای رسیدن به سال کار گیرند. یک چیز واضح است که شماری از احزاب در مورد این لوی جرگه انتقاداتی دارند، اما این لحظه بسیار سخت در تاریخ افغانستان است و باید از این فرصت برای همگرایی استفاده شود، نه برای جدایی. ما آرزو داریم که همه به یک توافق برسند و از لوی جرگه به عنوان یک وسیله برای رسیدن به صلح استفاده کنند. برای لوی جرگه مشورتی صلح دو آجندا ریخته شده. نخست بحث روی حدود تعامل با گروه طالبان در مذاکرات صلح و دوم چارچوب مذاکرات. اما این آجندا برای برخی ها گنگ پنداشته می شود. سوالات بسیار زیاد مطرحه. اولا که اگر آجندا وجود نداره که امی جرگه به خاطر چی برگزار میشه، چی سوال مطرح میکنه و چی پاسخ خواهد دادن. در آستانه برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح، تلاش ها برای از سرگیری گفتگوهای بین الافغانی در دوحه نیز آغاز شده است. اما آیا برگزاری نشست دوحه می تواند برای لوی جرگه مواد سودمندی برای بحث بدهد؟ بنوان از اینکه ما بتوانیم نتیجه مطلوب بدست بریم که همان آمدن یا در لوی جرگه مشورتی باشه و یا اینکه مسائل آتشبند باشه، مسائل کلان به خاطر صلح باشه، زیاد امیدوار نیستم. حکومت نتوانسته روی برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح اجماع تمام سیاستگران افغانستان را به دست آورد، هرچند که 375 میلیون افغانی را برای برگزاری این جرگه ویژه کرده. اما روشن نیست که با وضعیت فعلی نتایج آن برای سیاستگران در داخل و برای طالبان در بیرون کابل پذیرفتنی خواهد بود یا نه. خوش آمدید. در این پس از خبر بانو پرستو یاری، عضو دارالانشای کمیسیون برگزاری لوی جرگه مشورتی صلح و وحید الله غازی خیل فعال سیاسی اینجا با ما هستند. ممنون از تشریف آوری هر دو بزرگوار. بحث را با شما آغاز میکنم بانو یاری. از اینجا که با چه راهکاری قرار است پای نشست مشورتی صلح بریم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عرض ادب دارم خدمت شما جناب غازی خیل صاحب، تمام دستندرکاران تلویزیون محترم آریانا نیوز، مردم صلح دوست و صلح پرور افغانستان که از پشت پرده تلویزیونشان ما رو میبینن، یک بار دیگه احترام تقدیم میکنم. راهکار لوی جرگه مشورتی صلح سنجیده شده است. وقتی ما میگیم صلح، وقتی ما میگیم پروسه صلح، وقتی ما میگیم لوی جرگه برگرفته شده از سنت های قدیمی ما هست و همچنان وقتی در قانون اساسی همه پرسی پیش بینی میشه و در بعضی حالات همه پرسی جریان نداره در مسائل صلح، در مسائلی که
تمام ملت باید دست در کار باشه، به جای همه پرسی جاگزین میشه لوی جرگه. وقتی ما لوی جرگه را برگزار میکنیم، لوی جرگه تمام مردم افغانستان در غیر مستقیم انتخاب میشن و مدیریت از این توسط شورای ولایتی هست و شورای ولایتی چون خود اعضای شورای ولایتی انتخابی هستند، اینا انتخاب میشن و بالاخره انتخابات صورت میگیره تا نماینده های مردم بیاین در زیر خیمه لوی جرگه، در زیر یک سقف. ما جواب دست نوردم بنیاری. صدای رسای خود به خاطر برقراری امنیت، صلح و آرامی صدای رسای خود بلند بکنن، راهکار بسنجن به خاطر رسیدن به صلح. شما حالا حتما چیزی وجود می داشته باشه که آدم پای موردی میره. شما با چی میرین؟ کمیسیون برگزاری تمام آمادگی هایش گرفته. چه تعریفی وجود داره؟ اینجا مشخصا منظور ما از تعریفی است که شما دارین. این نشست برگزار میشه. با چه تعریف؟ با تعریفی که صدای واحد مردم به خاطر رسیدن به صلح. صدای کی؟ مردم. کدام مردم؟ مردمی که انتخاب شدن از ولایت و ولسوالی ها که بعدا شرکت میکنن، میاین در زیر یک سقف صدایشان بلند. حالا مطمئنا گزارش ها را شما بیشتر و بهتر از ما تعقیب میکنین. شما تخار، شما غزنی را اگر مثال بزنین، اینا به نمونه وار کدام مردم اشتراک میکنن؟ نماینده واقعی مردم یا کسانی که اتهام بسته میشه که نه افرادی هستن توسط حکومت گماشته شدن؟ متاسفانه ذهنیت های منفی بسیار زیاد هست. چرا شورای ولایتی مسئولیت به شورای ولایتی واگذار کردن؟ چون شورای ولایتی از طرف مردم انتخاب شده، مورد اعتماد است، غیر حکومتی هست، بنابراین انتخابات شورای ولایتی برگزار میکنه و شورای ولایتی هست که در انتخابات وقتی برگزار میکنه مردم رای میتن پای صندوق رای، نتیجه را از اونجا گرفتن نماینده خود معرفی میکنه. یعنی شما هیچ نوع نظری در این مورد ندارین؟ هر کی آمد خوش آمد. ببینین وقتی به خاطر عضویت در لوی جرگه وقتی معیار قرار داده میشه که هر کسی میتونه به خاطر نماینده خود بره اونجا رای بده. مثلا منظورتون از معیار چیست؟ چه معیاری؟ معیاری کسی سنش از 20-22 ساله بالا باشه، در از خود منطقه باشه. این چون ویژگی را خیلی ها دارن. دقیقا. و کدام جرم و جنایتی که ضررش به ملت رسیده باشه دستش به او آغشته نباشه و مردم بپذیرن. خیلی از شهروندان افغانستان این ویژگی را دارن. شما هم دارین و خیلی های دیگه هم دارن. دقیقاً وقتی من این ویژگی را دارم، من میرم در یک صحنه استاد میشم، مردم برای من رای میده، من مشروعیت آمدن خود در لوی جرگه از امو رای مردم میگیرم. من نتونستم پرسش دقیقاً جواب پرسش اول من بدست بیارم که با چه راهکار، یعنی با چه تعریف شما میرین پای این نشست؟ خیلی کوتاه در 20 ثانیه اگه جواب ما رو بدین. با راهکاری که ما میخواهیم که صدای مردم رو بشنویم و نظرات مردم رو ببینیم که مردم چی نظر دارن در رابطه با صلح. باز خیلی صاحب شما خوش آمدین. واقعا راهکاری اینجا وجود داره که شورای این نشست بزرگ یا لوی جرگه مشورتی صلح برگزار میشه؟ په افغانستان کې د جرګو تاریخ کته سو ګوري هغه مشورتي نوی هغه با صلاحیت وي. متاسفانه دا جرګه مشورتي ده، یعنی جرګو ته توهین ده. بل مسله دا ده چې د افغانستان ټول خلک په دې اجماع لري چې صلح دی وي، نو بیا د جرګې د بارے دومره مصارف د څه لپاره د دې جرګو د غړو ټاکنه څه ډول 375 میلیون افغانۍ بدون شک دا هغه خلکو ته به دوی ورکړو چې سیلاب پرې راغلی دی، متضرر شوي دي، مګر متاسفانه دوی یو وخت وژني، مشکلات جوړوي د صلح لپاره. که د صلح لپاره مشکلات نه وای، اول دوی په دې نه پوهېږي چې د غړو ټاکنه به څه ډول وي، له کومو ځایونه به وي، په کوم معیار باندې به وي. زه په دې کې د حکمتیار صاحب وړاندیز پیشنهاد تاییدوم چې هغه ویلي د پارلمان پخوانی غړي، د ولایتي شورا پخوانی غړي او هر هغه چا چې په اوس پارلماني ټاکنو کې 2000 نه زیاتې رایې وړي هغه باید راولي. که چیرته دوی همدغسې ادامه ورکړي، قومي اختلافات راځي، جنجالونه راځي په دې ټاکنو باندې، ډیر زیات بور سره غشي. خو دینه مخ کې د حکومت یو شریک خغلی عبدالله بایکاټ کړی د جرګی نه، نو دا څه چې حکومت خپل متفق نه دی، حکومت خپل اجماع نه لري د جرګی لپاره، نو څنګه جرګه جوړی؟ حالا آقای نبیل و آقای اتمر در کنار اینا بدون شک آقای نبیل هم زمانی در حکومت بودن. آقای نبیل همچنان بدون خل دی دوارو نه مهم چه ده آقا بیا ډاکټر عبدالله ده چې حکومت کې شریک ده. خغلی اتمرم ډیره برخه لري. پای چی میره حکومت افغانستان و این نشست یعنی چی؟
خط دوی غواړي څو کی چې دغه جرګه به دوی راو غواړي د جرګې د فیصلې چې دوی ورته څو یې هغه وړي قطر ته طالبانو ته چې دا د ولست هغه ده د غواړي ولست له طالبانو سره په جګړه کې داغه څوک چې دوی فرمایشی راوړي سوال دغه ما از خانم پرسیدم من نتونستم جواب شو پیدا کنم کدام مردم را شما میگین خد هغه خلک درسته ده زه تاسو سره موافق یم چې ډیره برخه باندې طالب حاکم دی الته به انتخابات نشي الته نه به صحیح مشخص کسان را نشي حکومت ځینی کسان خپل راولي فرض نه هسه کسان به د حکومت وي یا د انور کسان باندې سی فرمایشی وي دوی به فرمایشی جرګه جوړه جنگ ها را در ولایت مختلف به خاطر گزینش همین نمایندگان شورای لوی جرګه مشورتی د قنش مشاهده بودین در غزنی در تخار سایر ولایت هایی که جنجال ها جریان داره در هرات و سایر ولایت ها حالا این نمایندگان مردم واقعا نماینده هستند که در اینجا اشتراک میکنن یا کسی دیگر نه دا خوب به خلق و صحیح استازی توپ صحیح نمایندگی و نکی نه به خلق دا انتخاب کی زکه خلق اوس ټول سولې ته ضرورت لري دوی د سولې جرګل څل لپاره یعنی دا خلق له خلق سره په جنگ چول دي چې دا کار دوی کوي مشکلات جوړول دي چې کوي اوس منګه له حل بل هر وخت نه په منطقوي لحاظ باندې اجماع وجود لري په بین المللي لحاظ باندې اجماع وجود لري چې دلته افغانستان ته سولې راشي ولی متاسفانه چې حکومت سره قمندې نسو دا قطر غونډه وګوره د حکومت له خوا لغوه شوله طالبانو اعلامیه ورکړه لا 250 کسان الک رختیا و روی که رایزنی جریان داره ما متمرکز باشیم روی لوی جرگه جایگاه قانونی نشست در کجا است ګور په قانون کې خدای سي مشورتي جرګي نشته قانون کې خلوې جرګه د غي صلاحيتونه معلوم دي چې هغه فرا قانوني هست بدون خدا حکومت غیر قانوني ده حکومت خو هر څه غیر قانوني یعنی حکومت اگر غیر قانوني باشه باید جرګیش هم غیر قانوني باشه یا خلاف قانون بدون شک دا خو قانوني اساسي کې خدای جرګه نشته چې ته مشورتي جرګه راغواړي رئیس جمهور حق لري چې لپچا سره مشوره وکړي مګر هغه په دې شکل نه چې دونه مصارف ته وکړي ته ولایتونو ته لاړي د خلکو مشکلات وکړي وځ د افغانستان د خلکو ضرورت شه دي هغه صلح ده او صلح کې ټول داخلي اجماع وجود لري چې صلح دیوی ما ویل چې په منطقه کې یو له هندستان نه پرته چې هغه د طالبانو مخالفت کوي هغه دلته نه غواړي چې طالبان یو ځای شي نور ټوله منطقه له روس تر قطر ټول غواړي چې افغانستان کې صلح وي خانم یاری حالا مشخصتر شما میخواین توهین کنیم به مردم افغانستان این نشست را آقای قاضی خیل اینچنین میخوانند ما هدف توهین کردن برای ملت بزرگ افغانستان نداریم وقتی آقای قاضی خیل گفتن که در و شما جایگاه قانونی پرسان کردین و جناب قاضی خیل در کجای ماده 110 قانون اساسی آمده این نشست؟ در قانون اساسی همه پرسی آمده همه پرسی وقتی بسیار زمانبر هست بسیار وقتگیر هست بناهن جاگزین همه پرسی لوی جرگه مشورتی شده تا با مشوره با ملت و صدای ملت ما طرف راهکار صلح بریم کدام ملت بار دیگر آقای قاضی خیل در کنار گزارش هایی که مطمئن هستم شما تعقیب میکنین و کردین تا حال هم مطمئن هستم اطلاعات خیلی خوب دارین آقای قاضی خیل میگن اینا نماینده مردم نخواهند بود ناامنی در ولایات مختلف است پس اینا از کی نمایندگی میکنن پس ما اگر بیایم دقیق فکر بکنیم اگر ما دقیق فکر بکنیم که ما در ولایات انتخابات شده حکومت که ولسوال و قماندان امنیه بوده هیچ مداخله ای نداشته انتخابات توسط شورای ولایتی شده به خاطر انتخاب اعضا پس اونمونجا اونمو ملت اونمو مردمی که صلح کار دارن اونمو مردمی که از جنگ خسته شدن اونمو مردمی که پای صندوق های رأی آمدن ما اونمو رو میگیم ملت اونمو رو میگیم مردم انتخاب شدن میاین تا صدای خود بکشن بین این پرسش من حیث یک شهروند پس جواب بدین آیا این نشست مهم است یا کمک به سیلاب زدگان چقدر این نشست هزینه برداشته یا برخواد داشت؟ کمک به عنوان یک شهروند اگر من صحبت بکنم کمک به سیلاب زدگان هم مهم هست نشست هم مهم هست چون کمک به سیلاب زدگان این نشست چقدر هزینه برخواد داشت؟ هزینهش چیزی که در نظر گرفته شده او یک تخصیص هست او یک تخصیص هست 375 میلیون گزارش شده دقیقاً 375 میلیون تخصیص هست این که از تخصیص چقدر مصرف میشه در اخیر بعد از تمام مصارف مصارف بازگو خود شد در حضور داشت رسانه ها در حضور داشت مردم که ما اینی قدر مصرف کردیم خانم یاری بسیار زیاد آقای قاضی خیل میگن شما با این نشستتان قرار است که مردم را در برابر هم قرار بدین نتیجه این نشست را میبرن به دوحه در اونجا به طالبان پیشکش میکنن و طالبان در برابر مردم افغانستان قرار میگیرن اینجا در برابر قرار دادن یک دیگر هست یا چیز دیگر ما هدف ما صلح هست صلح از ملت بزرگ افغانستان هست جنگ مردم تجربه کرده ملت تجربه کرده دقیقاً
صلح با راهکاری که صدای خود مردم باشه، خواستای خود مردم باشه. چقدر چه ضمانت وجود داره که حالا در این نشست صدای خود همین مردم بالا شود؟ دقیقاً ضمانتی که ما میگیم هیچ کسی هیچ چیزی را 100% ضمانت کرده نمیتونه و ما نمیتونیم بگوییم 100% ضمانت. وقتی مردم، وقتی ملت از ولسوالی تا ولایت جمع شده زیر یک سقف میان، صدای واحد دارن که بعدن از طریق رسانه های محترم شما به دست نشر برده میشه. اما صلحی را که در 14 سال یا بیشتر از او شورای عالی صلح نتونست که به افغانستان بیاره، واقعا این نشست میتونه تأثیری بر او بگذاره؟ ما چرا دیدگاه های مثبت نداشته باشیم؟ در افغانستان 40 سال است که جنگ جریان داره. آیا امکان داره که ما یک شب صلح بخواهیم؟ صلح یک شبه به عنوان یک شهروند آیا برای شما قابل قبول هست؟ شهروند یک شبه صلح نخواسته و دقیقا نخواسته. وقتی شورای عالی صلح گفتگو کردن، زمینه را مساعد کردن، کار صورت گرفتن، ما سر از او بحث نمی کنیم. این را باید خود سخنگوی شورای عالی صلح جواب بگوید. اما فکر میکنه شما در این نشست نتیجه خواهد داد؟ در این نشست ما امیدوار هستیم که نتیجه بیته. سالی که نیکوست از بهارش پیداست. حالا سه تیم انتخاباتی این را تحریم کردن. درست از سه تیم انتخاباتی چهره های تاثیرگذار به قول جناب قاضی خیل. جناب قاضی خیل صاحبم فرمودن که چند نفر، سه نفر تحریم کردن قبل از برگزاری که هیچ برگزار نشده بود. قبل از فرمان رئیس جمهور جناب داودزای صاحب با تمام سران سیاسی مشورت لازمه کردن. ای که آلی یک تعداد آمدن تحریم کردن، گفتگوها جریان داره. ما امیدوار هستیم که اینا هم زیر یک سقف آمده صدای واحد خودم میکشن و بالاخره اینا هم قناعتشان حاصل میشه، بالاخره گفتگو جریان داره و اینا هم با هم میپیوندن با یک صدای واحد در زیر یک چتر صدای صلح‌خواهی و خواستهای خود بلند میکنه. تشکر جناب قاضی خیل. چقدر باور دارین در این نشست صدای مردم افغانستان بلند شد؟ اول بپرسش. اول خود یه طرح شو چې اساسی قانون کې د لوی جرګې یادونه شوې ده، د مشورتی لوی جرګې یادونه نه ده شوې. در ماده 110 قانون اساسی افغانستان. بله. تصمیم گیری از او ارجحیت داره بر حکومت. هغه ګوره لوی مسایل باندې د افغانستان بهرنی سیاست چې تعیینی، هغه بیا هغه لوی جرګې دي چې هغه تعیینی، هغه بیا نور بل بحث دی. راځو دې ته چې دې کې بدون شکه ځینې نمایندګان به راشي. ښه، موږ که داسې ووایو چې په تیر کې واقعي د ملت استازي راغلي دي په تیرو جرګو کې، په درسته د هغې کې به هم تقلب شوی وي، هغې کې به هم درست خلک نه وي راغلي. پیسې زور مهم رول لري په افغانستان کې. اوس په پارلمان کې مولسي استازي صحیح نه دي راغلي، د پیسو په زور باندې راغلي. موږ دا نه وایو چې د ښاغلي غني په وخت کې تقلب زیات دی او د کرزي په وخت کې نه و، په دواړو وختو کې خو فرق هغه زیات ده. ما چې ویلې ښه چې ولس د خلکو سره جنګوي، فرضاً ټوټه پروژه څه شوله؟ کنه تاجک د هزاره سره، پښتون له تاجک سره وایي چې څه شوله؟ کاسا 1000 څه شوله؟ ټاپي پروژه څه شوله؟ خطیاهن څه شو؟ هوایی دالیزونه چې 2 میلیونه ډالر یې پکې تاوان و، که هغه څه شو؟ یعنی زه دا وایم چې ولس د خلکو سره اچوي، ولس د ولس سره اچوي. یعنی نشست هم به جمع همو برنامه میپیونده. یعنی دا همداسې یو سمبولیک یو د وخت تیریدل دي چې کوي اوس د ده وخت ډېر کم دی، دی باید په داسې وخت کې یو د ستراتیژي غوره کړي چې د سولې لپاره له سره مه تیریږه، د واکه تیر شه، ووایه زه حاضر یم چې سوله وکړم. طالب یو نظامي قوت دی، که تې منې که یې نه منې، بین المللي ټولنه غواړي طالب راولي په واک کې شریک کړي. ته باید دې امدګي ولري، ته باید داسې نه چې ته وایې جرګه زه راغواړمه، جرګه خلک له هغه سره اچوي، له طالب سره اچوي. برخې دیگه عدیزشانی است که این جز کمپاین انتخاباتی مورد نیست. موافق هستین با یه اصل؟ خب ګوره، نه انتخابات خو امکان ځکه نه لري چې تر اوسه پورې 200 میلیونه ډالر بودی جنه کمپاین انتخاباتی است. نه د انتخاباتي کمپاین د فقط غواړي ولس ته وخی چې زه ژوندې ما، زه حاکم ما، زما کدسی و نه کی د پس خلک راجګیږي چې دا به صلاحته ځکه د امریکا سره روابط خراب دي، منطقي سره روابط خراب دي، سیاسيونو سره روابط خراب دي او ولس سره رابطه قطع ده. نو په دې خاطر د دې غواړي سمبولیک حرکتونه وکړي چې دنیا ته وخی او ولس ته وخی چې زه لا ژوندې ما، زه لا جمهوری ما، ځکه د ده وخت ډیر کم دی. که دا کارونه ونه کړي د ده حیثیت، د ده اتوریته بیخي په ځمکه باندې غورځېږي. مشخص تر بسیار کوتاه، این نشست صلاحیت دارد یا خیر؟ دا دوی خو صلاحیت نه ورته ورکوي. کاشکې صلاحیت ورته ورکوي. صلاحیت نه ورکوي، فقط د دوی نه د یو ابزار په توګه استفاده کوي. این نشست ابزاری به چه درد مردم میخوره خانم یاری؟ نشستی که سوداوری نداشته باشه، خودتان هم به شکل بیباور هستین بر این نشست و سیاسیون هم تحریم کردن این نشست را. اما به قول شیری که آمده، سالی که نیکوست از بهارش اینچنین پیدا نیست، که نتیجه ای در پی نخواهد داشت؟
شما از کجا قضاوت میکنین؟ فکر نمیکنین قضاوتای پیش داورانه هست که میگین؟ من قضاوت نمیکنم جناب قاضی خیل و جناب قاضی خیل و مردم این را با قضاوت کردن. هدفتون کدام مردم هست؟ کدام مردم؟ شما کدام مردم را خطاب میکنین؟ ما تمام ملت افغانستان که بر اساس انتخابات نماینده شما نظرسنجی که اخیراً به نشر رسیده را شما خواندین؟ کدام نظرسنجی؟ نظرسنجی ای را که انستیتوت مطالعات استراتژیک به نشر سپرده شما خواندین؟ بیش از 58% مردم بی‌باور هستند. 75. بیش از 58% که در او نظرسنجی آمده، باز کاتگوری‌های خاص خود را داره. دقیقاً. وقتی ما میگیم 58 یا 72 بی‌باور هستند، پس چطور این ملت بزرگ آمدن پای صندوق رای نماینده خود انتخاب کرده؟ سوال ما همین است از شما. خب سوال ما از شما این هست که شما جواب بر شما این را داده نمیتونم. اینجا در موقف سوالگر ما هستم. دقیقاً شما میگین که بی باور هستین خودتان. ما میگیم ما بی باور نیستیم. ما باورمند هستیم. همین ملت بزرگی را که شما میخوانین در این نظر سنجی آمدن اینچنین اظهار نظر کردند. پس شما خطاب کدام ملت را میکنید؟ این را میکنن. درسته. باور باینده دارین شما. او را کردن دقیقاً ایره میکنند. ما یک کمک پیش داوری نکنیم. چون موضوع صلح هست. در رابطه با صلح صحبت میکنیم. ما امیدوار هستم و مطمئن هستم وقتی ملت میگیم، وقتی مردم میکنیم، مراجعه میکنیم به مردم تا ما مشوره بگیریم که جنگ تحمل کردن میان صدای صلح خواهی خود بلند میکنن نتیجه در پی خود داشت. مطمئن هستین که نتیجه در پی خود داشت؟ با ملت بزرگ افغانستان مطمئن هسته. این اطمینان خانومیاری را فکر میکنین اساسش به کجا برمیگرده و اینقدر اطمینان دارن بر این پروسه و در کنار شما اینقدر بیباور هستین؟ موردی را که پرسیدن، سوالی را که از ما پرسیدن، ما چون جواب دادن میتونم شما فرمایید. زدید احترام لرم. خو په ټوله کې داسې ده چې ملت فکر کوي چې موږ حکومت لرو، حکومت فکر کوي چې موږ ملت لرو. په اصل کې د حکومت په نوم یو شی شته، حکومت په واقعي معنا نشته. حکومت لکه یو پروژه ده، اختطافونه فوق العاده زیاتی، ناامنی فوق العاده زیاته ده، فقر فوق العاده زیاته، هر څه په خراب دي او ملت بیچاره ده ډیر زیات. اوس راځو دې ته، دوی حق لري چې له ځانه دفاع وکړي، له خپل موقف نه، ځکه د دوی معاش په همدې باندې ده چې دوی ولاړ شي مطبوعاتو ته کار وکړي، خبرې وکړي. اوس راځو دې ته چې د حکومت نیمه برخه ډاکټر عبدالله عبدالله بایکاټ کوي. ته څنګه دا جرګه دایرې؟ د جرګې اجنډا دې څه ده؟ ستا پیغام څه دی جرګې ته؟ آیا جرګه چې څه ووایي تا ته ووایي چې ته غیر قانوني، ته تیر شه له دې نه، طالب نن ضرورت دی، موږ ته تهدید دی، موږ واک هغه شریکو، آیا ته د جرګې خبره بیا منې؟ د جرګې مشري به څوک کوي؟ په کومو شیانو به دوی خبرې کوي؟ تر اوسه پورې هر څه ګونګ دي، هیڅ شی نشته چې د جرګې اجنډا څه ده، آیا د جرګې خبرې منل کیږي که فقط یوه مشوره ده؟ حالا مشوره ای را که اینا بتن، چه ضمانت وجود داره که حکومت افغانستان در کنارش طرف طالبان بپذیره؟ نه، دوی خو ګوره دلته دغه ته ګوري که چیرته داسې مشوره یې ورکړه چې د حکومت په نفع باندې، حکومت ښاغلي غني ته ویل چې ته په واک کې پاتې شه، دا یې ورته ورکړه. برنامه امینه؟ ښه، ممکن که دی به غواړي داسې کار وکړي، ځکه حکومتي کسان به پکې ډېرې پیسې به پکې استعمال شي، زور به پکې استعمال شي. او که دا جرګه دې ته ووایي چې ته په واک کې پاتې شه تر څو پورې چې سوله راځي، طبعا دی به وکړي. او که چېر بیا به سترې محکمې ته ولېږي. خو که چېرته ده ته ووایي چې ته له واکه لرې شه، بیا به څه کوي؟ بیا به یې دی ومني که نه؟ خانم یاری، بیاین به چند پرسش خیلی خیلی کوتاه جواب بدین. واقعا این نشست سمبولیک است؟ نه خیر. معاش به دلیلی که شما معاش میگیرین از این نهاد، حالا اینچنین مثبت اندیش هستین، باور مثبت دارین، چیزی را که مطرح میکنم؟ اگر ادعا بکنم که من معاش نمیگیرم، من به خاطر چون از جنگ خسته شدیم، تشنه صلح هستم، به خاطر صلح تلاش میکنیم و کار میکنیم به عنوان یک افغان و یک شهروند افغان. چیزی که از دست ما بیاد. آجنده این نشستتان چی خود بود و چیست؟ راهکار صلح. من جواب سوال اول ما به دست نوردیم تا حاله. چی راهکار را ما در رابطه به صلح داریم و این راهکار را باید مردم و ملت افغانستان بگویند که ما از کدام راه میتونیم به صلح دستیابی پیدا کنیم و به صلح برسیم. و به شما مشخص نیست تا کنون که پای چی میرین، با چه آجنده؟ آجندای وقتی گفتم که مردم و یا ملت صدای خود میکشن، نظریات خود میتن در رابطه به رسیدن به صلح، که این توسط سوالات مشخصی که استادای پنتون سرش کار میکنن و خود مردم با اونا سر و کار دارن میاین پاسخ خواد داده. تشکر. واقعا اینجا آجندا یا برنامه‌ای وجود داره؟ خب ګوره، تاسو کوشش مکوئ چې ما از ما خبرې دغه کوي که نه. زه دا وایم چې حکومت هیڅ اجنډا تر اوسه پورې نه لري. حکومت فقط غواړي چې د دوی مشوره کسانی که پای این نشست میره.
خط روسه اوس خو خبره ډیره خرابه شوله طالبانو سره خو دښمنی اعلان شوله چې دا د قطر جلسه لغوه شوله خدای دیو کی چې دا بیرته جوړ شي مګر دغه نتیجه زما په نظر هیڅ نتیجه نه ممنونتان لطف کردین حکومت فقط میزبان هست فقط میزبان هست هر جرگه هر لوی جرگه حکومت میزبانی میکنه و این نشست حکومتی نیست نشست حکومتی نیست حکومت به عنوان میزبان هست بله. تشکر لطف کردین بانو یاری و جناب غازی خیل ممنون از حضور اردو بزرگوار و پایان این پس از خبر هم تا درود دیگر